سلام و شبتان بخیر. به مجموعه خبری 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 15 ماه عقرب سال 1400 خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. سرخط خبرها. نگرانی سازمان ملل از گسترش تروریسم در افغانستان. انتظار ما این است که وجهی که نگرانی ها در میان گذاشته شود با امارت اسلامی و مردم افغانستان همکاری صورت بگیرد. رو آوردن جوانان به مهاجرت های غیر قانونی. اسلامی امارت پالیسی داده چې دوی د خپل هیواد کې پاتې شي او نور هیوادونو ته د هجرت نه کوي. دا ډېرې ستونزې تقریبا په سلو کې 90% ستونزې حل شوي دي. باز شدن دروازه های مکتب برای دختران در هرات. جان باختن ده ها تن از اثر انفجار در سیرالیون. و نگرانی سکتور خصوصی از متوقف بودن روند سرمایه گذاری در کشور. من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. سازمان ملل از نفوذ داعش و القاعده در افغانستان نگرانی میکند. رئیس اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان میگوید که داعش و القاعده در تلاش گسترش فعالیت های این گروه در افغانستان و آسیای میانه هستند. در همین حال امارت اسلامی تاکید میکند که به هیچ گروه اجازه تهدید بر دیگران از خاک افغانستان را نخواهند داد. نوید بهار گزارش میدهد. با دنبال نگرانی ها از تهدیدهای احتمالی بر ضد کشورهای منطقه و جهان از خاک افغانستان، حالا سازمان ملل از گسترش نفوذ القاعده و داعش در افغانستان و آسیای میانه نگرانی کرده است. رئیس کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل هشدار می‌دهد که تهدید این گروه ها از خاک افغانستان باید جدی گرفته شود. این مقام سازمان ملل می‌گوید که اوضاع در افغانستان زیر نظارت است و منتظر اقدامات منشی عمومی این سازمانند. القاعده و داعش تلاش دارد که در افغانستان نفوذ خود را گسترش بدهند و این قابل نگرانی است. در مورد افغانستان همه نگران و اوضاع را زیر نظر داریم. ما منتظر تصمیم و تدابیر منشی عمومی سازمان ملل هستیم. در پی تحولات اخیر و نگرانی های امنیتی قرار است هند به روز چهارشنبه همین هفته میزبان نشست امنیتی درباره افغانستان با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه باشد. روسیه و ایران برای شرکت در این نشست اعلام آمادگی کردند، اما پاکستان گفته که در این نشست شرکت نمی کند. منافع استراتژیک ما کاملا با منافع افغانستان در غرب همخوانی نداشت و از آنجایی که پاکستان همیشه از عینک افغانستان دیده میشد، غرب در برابر پاکستان صادق نبود و همواره پاکستان بخشی از مشکل پنداشته میشد. اما امارت اسلامی به کشورهای منطقه اطمینان میدهد که در صورت به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان همچون طرف مسئول با این گروه ها مبارزه میکند و مانع گسترش فعالیت های تروریستی خواهد شد. انتظار ما است که وجهی که نگرانی ها در میان گذاشته شود با امارت اسلامی و مردم افغانستان همکاری صورت بگیرد تا هیچ جایی بین نماند تا یک تهدیدی شمرده شود و احتمالش یافت شود. یکی از تعهدات امارت اسلامی به جامعه جهانی استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد این کشورها است. اما ظاهراً با انجام چند حمله مرگبار در کشور از سوی داعش، کشورهای منطقه و جهان از گسترش تروریسم نگران هستند و از امارت اسلامی خواستند که مانع گسترش این تهدیدها شوند. اقدام به مهاجرت‌های غیرقانونی از سوی جوانان افزایش یافته است. برخی از این جوانان حین سفر در گفتگو با آریانا نیز می‌گویند که نبود کار و آینده ناروشن آنان را واداشته که دست به مسیرهای پرخطر بزنند. این جوانان بیشترشان تحصیل کرده و یا محصل هستند. در همین حال ترکیه 149 پناهجوی افغان را که به گونه غیرقانونی وارد این کشور می‌شدند را بازداشت کرده است. اما امارت اسلامی میگوید که به زودی مشکلات بیکاری در کشور را حل میکند و از تمامی جوانان میخواهند که در کشور بمانند. عبیدالله انوری با جزئیات بیشتر. فرار از ستم روزگار، انتخاب راه پرخطر و آینده نامعلوم.
عبدالکریم عرفانی از جمله کسان است که راه ایران را در پیش گرفته است. مسیر پرخطر مهاجرت غیر قانونی که خودش هم برای رسیدن به هدف باور ندارد. او صنف اول پوهنتون پلی‌تکنیک است و دلیل این اقدامش را آینده نامعلوم در کشور می داند. در زمانی که خوب و بد تمیز کردم میتونستیم ما کشور ما با جنگ و خطر روبرو بود. با اون هم ما در تحصیل خود ادامه دادیم چون گفتیم خطر هم است. میشه یک روزی دانشگاه درسی سقوط کنه. باز ما ادامه دادیم تا این سرحد آمدیم. از این بعد هم که حال فکر میکنم رای ما خطر داره. این رای قاچاق رو پیش گرفتیم بازم ادامه میتیم. اشکال نداره برای ما فرق نمیکنه. هرچند میدانند که راه پرخطر در پیش دارند اما تنها هدفشان جستجوی کار در کشورهای بیگانه است. بیکاریست، فقر است. چون در کشور ما کشور نیست که زمینه کاری را به جوانان فراهم بسازد و ما خاطر مجبور هستیم که ناگزیر که از کشور بریم. از سوی هم نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران دستگیر کردند. این افغان ها به مقصد کشورهای اروپایی از ایران داخل ترکیه شده بودند. مقام های ترکیه گفتند که در ارتباط به انتقال این افغانان یک قاچاقبر را نیز دستگیر کردند. خیلی از جوانای ما با اشکال مختلف به نام این آن میرن به طرف کشورهای بیگانه نصف درهای مرز کشته میشه. یک تعدادش به مقصد میرسه، یک تعدادش نمیرسه. اوجان که میرسه اگر فکر میکنین که یک زندگی خوب دوج در انتظارشان است نیست. جوانا زیادتر مردمای کزیج میرن به ملکای خارج، به ملکای مثال بیگانه زیادتر چیزش فقط فوکس سر بیکاری است. اما امارت اسلامی مشکلات اقتصادی و نبود کار را موقتی می‌داند و بر ماندن جوانان در کشور تاکید می‌ورزد. اسلامی امارت پالیسی داده چې دوی د خپل هیواد کې پاتې شي او نور هیوادونو ته د هجرت نه کوي. دا ډېر ستونزې تقریبا په سلو کې 90% ستونزې حل شوې دي. دا لږې ستونزې چې هغه اقتصادي ستونزې دي او امید ده د الله تعالی نه امید ده چې دا ستونزې به هم په نږدې وخت کې حل شي. با وجود همه مشکلات و خطرهایی که در مسیر را وجود دارد بازم جوانان کشور دل به دریا میزنند و این مسیرهای پرخطر و مهاجرت‌های غیرقانونی را اختیار میکنند تا خودشان را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، کابل. دروازه مکتب‌های دختران برای دانش آموزان صنف‌های 7 الی 12 در هرات باز شد. شورای منتخب معلمان هرات با همکاری خانواده‌های دانش آموزان با هماهنگی مسئولان امارت اسلامی مکاتب را باز کردند. در حال حاضر تمامی دانش آموزان دختر و پسر مصروف آموزش هستند. دختران دانش آموز از اینکه دوباره برای آماده برای ادامه آموزش به مکتب‌ها برگشتند خوشحالند. آنها انتظار دارند که همچنان دختران در تمامی ولایت‌های کشور مکتب بروند و سال آموزشی خود را تکمیل کنند. محسن کریمی از هرات این گزارش را فرستاد. امیدها در دل این دانش آموزان دختر تازه شده است و دوباره به صنف‌های درسیشان برگشتند. هر چند سال آموزشی رو به پایان است اما از این که دروازه مکتب‌ها باز شده خوشحالند. احساس میکردیم که شاید برای باقی عمر خود از تحصیل و علم محروم بشیم، ولی وقتی دوباره مکاتب شروع شد میشه گفت یک نوع امید در نسل جوان خصوصا دخترها زنده شد برای اینکه آینده بهتری داشته باشند. شورای منتخب معلمان هرات از یک ماه به این طرف برای باز شدن کامل مکاتب دخترانه دادخواهی ها را شروع کرد، اما حالا با همکاری شورای اداری مکاتب روند آموزش از سر گرفته شده و دختران به صنف های آموزشی برگشتند. شورای منتخب معلمان با شورای اداری مکاتب، آمر صاحبای مکاتب دخترانه ما هماهنگی کردیم و مکاتب دخترانه را از یوم چهارشنبه هفته گذشته شروع کردیم. از خانواده‌ها تقاضا داریم که دختر خانم‌ها همه اجازه بدن به مکتب بیاین و امارات اسلامی هم حتما ما را پشتیبانی میکنن. با این حال پرداخت نشدن معاش معلمین هنوز هم برای آنها یک دغدغه کلان اقتصادی است. آنها انتظار دارند تا با شروع مکاتب دخترانه در قسمت پرداخت معاش معلمین هم توجه صورت گیرد. اگر معاشا در موقع از او برای استادا داده شوه که چه بهتر که وضعیت اقتصادی، روحی و روانی معلم سرحال بوده یک درس درست و اساسی برای شاگردای خود را کنه. هم معلمین هم شاگردات تحت تاثیر قرار گرفته بودیم و خیلی خوشحالم برای مدت 2-3 روزه که مکاتب شروع شده و پس ما روند تدریس خود را آغاز کردیم. بار دیگر شور و اشتیاق به مکتب‌های دخترانه برگشته است. دانش آموزان کنار هم قرار گرفتند تا سال ناتمام آموزشی را تمام کنند.
با آغاز دوباره مکاتب یک امیدی به ما بخشیده شد و دوباره به اون رویاهایی که ما قبلا داشتیم به اونا دست یافتیم. امید داریم که دیگه مکتبا در سراسر کشور پهنتونا برای شاگردان دختر خانم ها و محصلین باز شه. حالا که مکاتب شروع شده در پلوی بچه ها ما هم میتونیم درس بخونیم. بسیار خرسند و خوشحالیم. بسیار تشکری میکنیم از دولت امارت اسلامی که اونا مکاتب به سوی ما باز کردن. معارف هرات حدود 1 میلیون دانش آموز دارد که نیمی از آنها را دختران تشکیل می دهد. حالا همه دانش آموزان این ولایت مکتب می روند. وزیر خارجه قطر تأکید کرده که باید از سقوط افغانستان جلوگیری شود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که جامعه بین المللی به جای انزوای افغانستان تماس های خود را با تمامی جهت های افغان حفظ کند. همزمان ترکیه میگوید که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عجله ندارند و مانند دیگر کشورها به تعامل تدریجی با امارت اسلامی ادامه میدهد. در همین حال امارت اسلامی از موقف قطر درباره افغانستان پشتیبانی میکند و از جامعه جهانی میخواهد که درباره افغانستان مسئولانه برخورد کند. نوید بهار گزارش میدهد. در حالی که هنوز جامعه جهانی درباره به رسمیت شناختن و یا نشناختن امارت اسلامی تصمیم نگرفتند، وزیر خارجه قطر از کشورهای جهان خواسته که در یک اجماع قوی از سقوط افغانستان جلوگیری کنند و به جای انزوای این کشور با تمامی طرف ها تماس برقرار کنند. جامعه جهانی باید شاهد گام‌های جدی از سوی طالبان در مبارزه با تروریسم بین المللی در افغانستان باشد. به این دلیل جامعه بین المللی در عوض انزوای افغانستان تماس خود با جوامع گوناگون افغان‌ها را حفظ نماید. طالبان هم باید به همه بخش‌های جامعه بدون تبعیض فرصت داده و از رعایت حقوق همه مردم به شمول زنان اطمینان دهند. در قطر هواپ طالبان من ډیر قوی اثر لري ځکه طالبان دفتر ته موجود و در سور پروسه ټول تقریبا مدیریت قطر مدیریت کرده و همدارنگ در نړیوال سره د اړیکې د طالبانو جوړول هم قطر وکړله او د حکومت راتګ وکم ډېر رول درلوده. نو بینم دا چې قطر د چارواکي په نړیوالو باندې غږ کوي، خامخا دا وصل لري او داسې په طالبانو باندې غږ کوي. نو کیدای سي طالبان د مسایلو ته د شرایط د نړیوالو ته غاړه کیږي. در همین حال وزیر خارجه ترکیه میگوید که این کشور برای به رسمیت شناختن طالبان عجله ندارد، اما روابط دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه می‌دهد. ترکیه برای به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان عجله ندارد و علی‌رغم روابط دیپلماتیک فعال مانند جامعه بین الملل از سیاست تعامل تدریجی پیروی میکند. ما تنها کشور عضو ناتو هستیم که سفارت خود در کابل را نبستیم. افغانستان کشوری نیست که بتوانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم. در همین حال امارت اسلامی حقوق زنان و دختران در کشور را از مسائل داخلی افغانستان می داند و از این کشورها می خواهد که در برابر افغانستان مسئولانه گام بردارند و حکومت را به رسمیت بشناسند. در داخل کشور ما تصامیم ما باید خود ما بگیریم و در عین زمان با جهان هم یک سیاست متوازن و متعادل را خواهان هستم که خواسته های معقول و منطقی آنها هم در نظر گرفته میشن. قطر و پاکستان دو کشوری هستند که نسبت به دیگر کشورهای جهان به طالبان نزدیک بوده و اما با آن هم تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. مردم زابل از امارات اسلامی میخواهند که پس از 20 سال جنگ به مشکلات این مردم رسیدگی کرده و زمینه زندگی آرام را فراهم بسازند. در همین حال سرپرست وزارت اقوام قبایل امارات اسلامی در سفر به زابل هدف از جنگ 20 سالیشان را آزادی کشور و فراهم سازی زندگی آرام برای مردم میداند. جمیل سپان گزارش میدهد. سرپرست وزارت اقوام و قبایل در سفر به ولایت زابل با باشندگان ولسوالی شاجوی دیدار کرده است. در این مراسم مردم و عالمان دین از امارت اسلامی خواهان فراهمسازی زمینه زندگی آرام هستند. الله سی پشل کاله که دا مرحمت را بنده وکوی او دا سدوانان و سرون الله قبول کو دا دوانان و سکور بند بدنون الله قبول کو او دا مظلومان و مظلومیت الله قبول کی گلوینه دا چوک شید از روش تا شید گلوینه چوک کاری یا بسرون یا بسرون الله دا خوبی امر روینه یا الله. در این مراسم سرپرست وزارت اقوام و قبایل هدف از مبارزه 20 ساله ایشان را آزادی کشور می دانند و به مردم اطمینان می دهند که آنان زمینه زندگی بهتر را برای مردم فراهم می سازند. شرکلن دوره
داسی کرګړې نه دوره چې د نورو امپراتوریو چې دلته په ګوندو سوي دي نه ده تیر سوي. یو مجاهد را ولاړېږي تر ځان بارود تړي، د دې به څه ارزو؟ دوی به څه غوښتل د خپل بارود له چاودنو وروسته چې ځان یې ټوټه ټوټه کوي؟ له دې وروسته به یې څه غوښتل؟ این در حال است که در 20 سال جنگ مردم زابل بیشترین آسیب را دیدند و قربانی دادند. فروشندگان قالین افغانی میگویند که فروش آنها کاهش یافته است و صادرات آن به بازارهای بین الملل دشوار شده. با گفته آنها توقف روابط بین الملل از جمله تجارت و عدم اطمینان در حمل و نقل به آنان زیان وارد کرده، زیرا بسیاری از فرش ها به بازارهای بین الملل فروخته می شدند که اکنون این کار صورت نمی گیرد. بازار مهمترین تولیدات افغانستان سرده است. فروشندگان قالین افغانی میگویند که در حال حاضر صادرات قالین افغانی به بازارهای خارجی متوقف است. از این رو به آنان زیان وارد می شود. ما دیگه به هر قسم مشکلات ها ایجاد شد بر ما. اولش که دولت جدید که مقرر شد در افغانستان، پیش ازی هم حکومت دیگه همراه با دیگه کشورها رابط تجاری بین المللی داشتن. فعلا تجارت بین المللی ما بند است، دولت جدید ما، و ما صدمه خیلی زیاد خوردیم. مثلا اول ما قالین خود مثلا ارسال روان میکردیم به کشورهای آسیایی و اروپایی، فعلا نمیتونیم روان کنیم. قالین افغانی بیشترین فروش را در بازارهای جهانی داشت، اما در حال حاضر به دلیل روشن نبودن روابط بین المللی افغانستان صادرات کشور کاهش یافته است. امارت اسلامی از وقتی که آمده ما تولیدات ما هست، لیکن فروشات بسیار کم است. قبلا ما فروشات در روز 2-3-4 داشتیم، حالا در هفته رسیده. خود از این ایرم قبول داریم که امنیت هست، آرامی است، بازم خوش هستیم، از این تاریخ انفجار دور هستیم شکر. این در حال است که میلیاردها دلار کمک بین المللی به افغانستان در حالت تعلیق است و پولهای افغانستان نیز از سوی آمریکا منجمد شده است. جامعه جهانی میگوید که چگونگی روابط با حکومت امارت اسلامی را زیر ارزیابی دارند. خبرهای جهان هم تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. در پی انفجار مهیب در فریتاون، پایتخت سیرالئون بیش از 90 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. این انفجار در اواخر روز گذشته و در پی برخورد یک تانکر نفت تقریبا 12 متری با یک موتور خودرو در یکی از ساحات مزدحم این شهر رخ داد. تصاویر پخش شده در رسانه‌های محلی اجساد سوخته شده را در سرک‌های اطراف این حادثه نشان می‌دهد. شهردار این شهر دیدن این تصاویر را بسیار ناراحت کننده توصیف کرده و گفته است که میزان خسارات ناشی از این حادثه هنوز مشخص نیست. صدها نفر از فعالان ضد ساختار حاکم در مرکز لندن با پلیس درگیر شدند. این درگیری در شب موسم به شب آتش صورت گرفت و گزارش شده 8 مامور پلیس زخمی و 12 نفر بازداشت شدند. شب آتش سالگرد خونسا شدن طرح انفجار پارلمان بریتانیا است. مخالفان پادشاه وقت حدود 400 سال پیش قصد منفجر کردن ساختمان پارلمان بریتانیا را داشتند که طرح آنها ناکام شد. معترضان ماسک شب آتش را بر چهره داشتند که به نماد اعتراض علیه دولت‌ها تبدیل شده است. برخی معترضان به سوی ماموران پلیس وسایل آتش‌بازی پرتاب کردند. مقام‌های عراق می‌گویند دست کم 200 نفر در درگیری‌ها در بغداد زخمی شدند، اما معترضان می‌گویند شمار هم کشته شدند، در حالی که هیچ منبع رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده است. برخورد میان نیروهای امنیتی و طرفداران گروه‌های سیاسی و شب نظامی حامی ایران عصر جمعه 5 نوامبر اتفاق افتاد. مقام‌های صحی عراق می‌گویند بیشتر جراحات جزئی بوده است. معترضان با پرتاب ارصاد برای ورود به منطقه سبز در بغداد عمله کردند که پلیس تلاش کرد آنها را متفرق کند، اما یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته دست کم یکی از معترضان پس از شلیک در شفاخانه جان باخته است. خبرهای اقتصادی هم تا لحظات دیگر. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگویند که روند سرمایه‌گذاری در کشور به دلیل تحولات اخیر متوقف است، اما وزارت مالیه
از تلاش ها برای ایجاد سهولت و زمینه برای سرمایه گذاری در کشور سخن می زند. و گفته این وزارت روی مکانیزمی به خاطر ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در کشور کار جریان دارد. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در ماه های اخیر روند سرمایه گذاری در کشور متوقف مانده است. با گفته آنان هرچند امنیت برای سرمایه گذاران نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما تحریم بودن بانک های افغانستان از سوی شمار از کشورها بر روند سرمایه گذاری در کشور تاثیر منفی گذاشته است. البته د امنیت ډیر جدی ستونزه و د برق ډیر جدی ستونزه و د زیربناو ډیر جدی ستونزه و د زموکو د نلارولو ډیر جدی ستونزه و اوس په اوسنی حکومت کې په اماراتو کې فساد او بوروکراسي او همدارنګ امنیت ډیر فوق العاده شوه دی. اما وزارت مالی از تلاش ها برای ایجاد سهولت به سرمایه گذاران اطمینان می دهد و سکتور خصوصی می خواهد که بدون هیچ تشویش از نبود امنیت در کشور سرمایه گذاری کنند. پانگوان دا از مجد پار یو اساسی رو کندیو چی امارات مشران پا اختادی کوشش کهی چی دا پانگ سرمایه گذاری دا پار اسانتیایو برابری کلی. گوری اول دا سرمایه گذاری دا پار تر طول مهم موضوع دا امنیت او اغلی الله الحمد په ټول افغانستان کې مکمل امنیت ده. آگاهان اقتصادی میگن که اگر حکومت در همسوی با سکتور خصوصی اوضاع برای سرمایه گذاری در کشور را فراهم نسازند، چالش های اقتصادی و بیکاری افزایش خواهد یافت. نرخ اسعار یک دلار 91 افغانی، یک یورو 103 افغانی و 70 پوند، یک درهم امارات 24 افغانی و 10 پوند، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پوند، 1000 روپی پاکستانی 502 افغانی و 1000 روپی هندی 1080 افغانی. وضعیت آب هوا. اکنون می توانید تازه‌ترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را از وبسایت آریانا نیوز.اف دارید.